اسباب مختلفی رو ما در بحث انتقال صوت و صدا میش برای تشخیصش برای به همین صورت وجودش امکاناتش مشروط میدونیم. اما وقتی ما این موضوع رو به الله متعال نسبت میدیم همه اینها منتفی هست. ما فقط به الله متعال تشابه لفظی است که میگیم الله متعال شنوا هست، ما مخلوق هم میشنویم. این فقط تشابه اسمی هست، لفظی هست. اما اینکه کیفیت ما در شنوایی چه حد و مرزی رو برامون تعیین کن هست، چه خصوصیات و ویژگی هایی رو داره، نمیتونیم بیش عنوان در ارتباط با الله متعال تصورش رو بکنیم. الله متعال در هر جا که هستیم، به هر صورتی که هستیم، همه خلائق رو از یک مورچه ای که بدون ما احساس بکنیم بین مورچگان داره سخن میگه تا بقیه موجودات، انسان ها، صدای همه، ندای همه رو الله متعال شنوا هست. جلال و جمال الهی فراتر از این است که ما براش اصلا فکر کنیم، تصور کنیم و کیف و کن رو در نظر بگیریم. به همین صورت بحث بصیر بودن و بینا بودن الله متعال هست. همه این صفات پروردگار متعال یک نوع تشابه لفظی رو با مخلوق داره، اگرچه بعضی از صفات اصلا زیبنده نیست که به مخلوق نسبت بدیم، اصلا مخلوق اصلا شایسته این صفات نیست، خاص به الله متعال هست، مثل الله رب العالمین. الله اسم خاص الله متعال هست، هیچ موجود دیگه، الرحمن، هیچ موجود دیگه شایستگی داشتن این صفت رو نداره اصلا. یکی از این صفاتی که در قرآن کریم در نصوص قرآن کریم با کثرت اومده ولی متاسفانه در ذهن خیلی ها دچارش مرض شبهه بودند، فهم و درکش یا تفسیرش براشون مشکل بوده و در خیلی از موارد به تشبیه و تجسیم رسیدن، این صفتی هست که قرآن کریم در 7 مورد به خودش نسبت میده. آیه 54 سوره اعراف هست، میگه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، پروردگار شما اون کسی هست که آفرید آسمان ها و زمین رو در 7 روز. ثم استوى علی العرش، بعد از این بر عرش قرار گرفت. طبیعی هست که بر عرش قرار گرفتن الله متعال متضمن معنای حاکمیت و سلطه لایزال او هست، شک تردید روی این قضیه نیست. اما اینکه ما بیایم صفت استواء علی العرش رو بگیم استولا، مسلط شد، هیچ لزومی نداره، چون استواء علی العرش به طور طبیعی معنای استیلا و سلطه و حاکمیت رو در بر داره، لازم این معنا هست. اما خود ذات استواء علی العرش این صفتی است که الله متعال به خودش نسبت داده. از امام مالک پرسیدن که استوا علی العرش معنا چی هست؟ گفتن معناش روشنه، استوا معلوم هست و کیفش هم مجهول هست، جز به غیبیات هست و سوالم در موردش بدته، اصلا نیازی به اصلا بحث کردن در این ارتباط هست. مهم اینجاست که ما این صفت رو در قرآن کریم میبینیم به الله متعال نسبت داده شده و ما میگیم استوى علی العرش و ما معتقد هستیم که الله متعال در هیچ صفتی از صفات خودش شباهت به خلقی نداره.